Du sagst mir, Rami, درس 315 315 رو شروع میکنیم از درس های آلمانی فارسی دات کام. گفتم که با یکی از دوستان دارم سه اینس رو کار میکنم و به یه نکاتی برمیخوریم که تو درس ها یا کمتر گفتم یا نگفتم، بنابراین تکمیل درس ها رو ادامه میدیم. ما فعلایی مثل کمکی مثل können که به صورت کان و könnte könnte کنیوکتیو هست و موس داریم و müsste داریم. دقت کنید könnte گذشته است. مثلا ich konnte leider nicht kommen، متاسفانه نتونستم بیاد، نتونستم یه چیز واقعی هست، تو گذشته نتونستید پس میگیم könnte. ولی könnte حالت شرطی است که در سای 136 تا 137 تا 149 گفتیم و به همین ترتیب گذشته ich muss ich musste هست. مثلا مجبور شدم خونه ما بفروشم، ich musste، دیگه 100% تو گذشته مجبور شدید. ولی ich müsste باز فرق میکنه که قبلا این فرقا رو دیگه باید بدونید در واقع. ولی میخوام بگم که الان و در این درس من میخوام راجع به احتمال صحبت کنم که این könnte و kann، dürfte و wird، müsste، muss و kann nicht میتونن یه نوع احتمال رو بیان کنن که این احتمالات رو من اینجا حالا یه درصد بهشون دادم. مثلا اگه کان بگه، مثلا شما ممکنه بشنید، مثلا ممکنه شنیده باشه شما das kann sein، das kann sein یعنی میتونه باشه، یعنی احتمالش هست که باشه. ببین این کان احتمال حدود 60% من براش گرفتم و könnte باز پایین تره، das könnte sein 50% بگیریم، یعنی احتمال داره حالا باشه، یا das kann sein یا das könnte sein. و این قیدهایی هم میتونه اینا رو در واقع توصیف کنه، مثل möglicherweise، möglicherweise احتمالاً، vielleicht شاید، eventuell احتمالاً، es besteht die Möglichkeit ممکنه، امکانش هست، ich halte es für möglich به نظر من ممکن هست، es ist denkbar قابل فکر هست. و همین ترتیب از اینا رو، این قیدها رو من اینجا نوشتم که مثلا حدوداً میشه با kann و könnte بگیم که الان مثال میزنم میفهمید، متوجه میشید. بخش ورت و دورفته داریم که اینا میگیم 70% که اینا هم قیداش هستن، فرموتلیش، فرموتلیش گمانن، واشاینلیش احتمالاً، استید دناخ اوز اینجور به نظر میرسه، ایش گلاوبه فکر میکنم، ایش شتس فکر حدس میزنم 70%. موسته داریم که 90% موس داریم، 100%. مثلا موس اگه باشه، مثلا das muss sein، شنیدی شاید das muss sein، das muss sein. مثلا میگن آه داری ورزش میکنی، مثلا یه نفر میگه داره ورزش میکنی، یا das muss sein باید باشه، 100% باید باشه. muss پس 100%، zweifellos بدون شک، sicher ganz bestimmt حتما، مطمئنن، ich bin davon überzeugt یعنی قانع هستم، متقاعد هستم، für mich steht fest واسه من مشخصه، steht fest، fest stehen یعنی مشخص بودن. مثلا هست تو deine note bekom، نمره تو گرفتی؟ nein das ergebnis نتیجه steht noch nicht fest، هنوز مشخص نیست. پس اینا 100% و müsste یکم پایین تره. میبینید اینجا muss 100 باشه، müsste 90، اینجا هم kann 60 باشه، könnte 50 است. اینا رو من نوشتم این شماره رو که بتونیم یه مقدار درجه بندی کنیم. و kann nicht هم یعنی نمیتونه باشه، که 100% نیست، 0%. Es ist ausgeschlossen. Sicher nicht. حالا مثال میزنیم. همه اینا رو ما میتونیم در زمان حال به کار ببریم بچه‌ها، هم در زمان گذشته. منظور از زمان حال که میگم به کار ببریم، درصد احتمال رو تو زمان حال میده. دقت کنید اینجا kann و könnte هر دوتاشون حالت احتمالی هست، بقیه اینا هم همینطور، پس ربطی به اون کنیوکتیو نداره. ما فقط درصد احتمال رو با یکی دیگر از کاربرده کنیوکتیو رو در واقع انگار اینجا باز میبینیم. eventuell احتمالاً gibt es mit der Finanzierung des Hauses Schwierigkeiten، احتمالاً وجود دارد، احتمالاً وجود دارد برای با تأمین مالی خونه مشکلاتی، یعنی مشکلاتی وجود دارد که نمیشه اون حالا یا وام نمیتونه بگیره، پولش نمیتونه بده در واقع. خب حالا eventuell داریم، eventuell رو گفتیم، مثلا اینجا بالا نگاه کنیم میبینیم 50% میتونن با kann و könnte بگن،
Masalan, میتونم بگم es kann oder es könnte. Es kann ja könnte geben. به جای gibt es میگم es kann geben. درسته؟ gibt اینجا خودش فعل هست. وقتی من فعل کمکی بیارم geben دیگه صرف نمیشه. Es kann geben, es könnte geben. با چی؟ mit der Finanzierung des Hauses Schwierigkeiten. اینجا möglicherweise, احتمالا möglicherweise تو بخش wird و dürfte بود. مثلا من میتونم بگم möglicherweise احتمالا kommt sie, ممکنن kommt sie zwei Stunden später. احتمالا دو ساعت بعد میاد. میتونم بگم چی؟ میتونم بگم sie dürfte zwei Stunden später kommen. Sie dürfte konjunktiv zwei Stunden später kommen. خب این همه زمان حال داریم میگیم. میبینید gegenwart هست. Gegenwart. Gegenwart. که پس من میتونم به جای sie dürfte zwei Stunden später kommen با sie wird zwei Stunden später kommen. بچه یکیه میبینید حالت آینده است این. پس آینده الان ما فهمیدیم که آینده هم یه نوع احتماله بچه ها میبینید. مثلا اگه من بگم sie kommt zwei Stunden später. درسته؟ اینجا یه چیز 100% دارم میگم. sie kommt داره میاد. دو ساعت دیگه میاد. اینجا من هیچ احتمالی دیگه نمیام توش بدم. ولی sie wird kommen اینجا 70%. حالا من زدم 70%. با dürfte یکی هست. پس وقتی از wird استفاده میکنی میبینی که 100% نیست. مثلا اگه یکی از دوستان میگه kommst du morgen؟ من میگم ich komme. میام. بگم ich werde kommen. خواهم آمد. ببین ich werde kommen باز میبینید که درجهش 70%. خب پس این هم یه نکته هست که در مورد werden میشه از اینجا فهمید که werden با dürfte در این جاها یکیه. Sie dürfte zwei Stunden später kommen. Möglicherweise kommt sie zwei Stunden später. میتونم بگم wahrscheinlich kommt sie zwei Stunden später. Es sieht danach aus. Ich glaube. حالا دیگه اینا همشون بچه حدودن دیگه. حالا ممکنه به جای این من اینو گفتم er kann kommen, er könnte kommen. ولی میخوام بگم حالا اینا یکم دستبندی کرده باشیم. خب vieles spricht dafür. خیلی چیزا صحبت میکنه برای این، یعنی خیلی چیزا نشون میده که حالا dass er sich noch in Brasilien aufhält، که هنوز تو برزیل اقامت داره. sich aufhalten in اقامت داشتن در یا اونجا بودن. خب vieles spricht dafür رو چی بنویسم به جایش؟ حالا مثلا میام اینجا بگم چند درصد باشه. خیلی چیزا اون حرفو میزنن. میتونم بگم حالا müsste باشه. همه چیزا که اون حرفو نمیزنن. خیلی چیزا 90% بگیم درست. مثال müsste sich noch in Brasilien aufhalten. Müsste. Höchstwahrscheinlich behtemal ziyad stimmen diese Angaben. Stimmen درست هستن، صادق هستن diese Angaben in اطلاعات. این اطلاعاتی به من دادن یه نفر میگن به احتمال خیلی زیاد داره با این هم میگن مثلا müsste. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. احتمالش بزرگ زیاده که مثلا یه چیزی. حالا یکی از اینا رو اضافه میکنیم یا مثلا müsste اضافه کنم چون wahrscheinlich ist groß اینجاست مثلا höchstwahrscheinlich اینجاست میبینید. Es spricht dafür, vieles spricht dafür. اینم باز اینجاست با müsste میگیم مثلا. خب ich halte es für möglich. Etwas für möglich halten یعنی این امکانو بدی. من این امکانو میدم اینو ممکن بدونی. من اینو ممکن میدونم. Ich halte es für möglich. ممکن میدونم. مثل kann هست مثلا. Ich halte es für möglich, dass der Täter, ke mujrem, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ist. یکی از کارکنان اون شرکت سکیوریتی اونجاست. Der Täter kann ja könnte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sein. Könnte sein. خب پس اینا رو برای گگنوارد گفتیم. برای گذشته چی؟ مثلا احتمال میدادم یه چیزی باشه بچه‌ها. یا میتونسته باشه با یه سری احتمالات خاص. درسته؟ در اینجا من هنوز بهتون نگفتم این چه جوری کار میکنه که الان بهتون میگم. مثلا möglicherweise که میدونیم که حالا بگیم möglicherweise بگیم حالا kann und könnte هست
50 60 möglicherweise hat er die Prüfung mit gut bestanden. Ehtemalan ja mumkinan un imtihan ro ba nomre khub pass kard. خب این میبینید که گذشته است دیگه بچه ها مکلیش واضحه هسته گذشته اینو چجوری بگم خب könnte کان یا könnte رو میارم دی پروفونگ میت گود بشتندن هابن این نکتشه بشتندن هابن یعنی در واقع این حالت این آخرش رو ماضی نقلی میاریم اینجا میگه اینجا حت بشتندن بود ما همین بشتندن هابن رو میذاریم اینو حت رو میکنیم هابن چرا چون ما فعل کمکی کان و könnte داریم این به این دوتا پس به یه معنی هستن این دوتا جمله پس اگه این حالت رو شنیدید نگید ای چی شد کان اینجا اومد اینجا بشتان هابن شد این اینه به همین ترتیب mit großer Wahrscheinlichkeit با احتمال زیاد میشه چند درصد احتمال زیاد müsste است احتمالاً اینجا باشه hat sie den Brief gestern Abend noch abgeschickt hat sie den Brief gestern Abend noch abgeschickt. نامه را دیشب پست کرده. فرستاده. خب چجوری بگم؟ hat sie müsste چون خیلی احتمالش بالاست mit großer Wahrscheinlichkeit هست sie müsste den Brief gestern Abend noch abgeschickt haben. درسته؟ پس hat abgeschickt müsste abgeschickt haben vielleicht میتونه kann و könnte باشه hat einen anderen Zug genommen احتمالاً یه قطار دیگر رو گرفته چجوری میگم kann könnte einen anderen Zug genommen haben حالا اگه اینجا ist بود اینجا مثلا Vielleicht ist nach Deutschland geflogen. شاید رفته باشه آلمان. Vielleicht ist nach Deutschland geflogen. میتونیم با könnte بگیم. könnte یا kann nach Deutschland geflogen sein. پس اگر اینجا فعلمون ماضی نقلیمون با sein بود اینجا میشه geflogen sein, gefahren sein, gegangen sein. اونجا هم könnte و اینا رو میاریم. دوستان گرامی بازم تاکید میکنم این کنته و مسته که میبینید فقط یکی از کاربردهای دیگر کنیوکتیو هستن و به اون کنیوکتیوی که خوندیم در واقع اون یه کاربرد دیگه بود این یه کاربرد دیگه است کاربرد احتمالی خب دی نخبارین هات möglicherweise etwas gehört همسایه زنه احتمالا یه چیزی رو شنیده möglicherweise چی هست möglicherweise چی هست کانا کنته است کان etwas gehört haben sie kann etwas gehört haben Die Nachbarin könnte etwas gehört haben oder kann etwas gehört haben. به همین ترتیب حالا اینا رو میشه انجام داد. مثلا wo war کجا بود؟ Spiel Sportplatz. با wird و durfte میخوایم بگیم. Wird و durfte حالت گذشته میخوام بگم. خب احتمال چند درصد بود؟ wird و durfte احتمال 70 گفتیم. خب Wo war wird ja dürfte auf dem Spiel Sportplatz gewesen sein. Wird gewesen sein. خب. پس اینجا مثل کان و könnte هر چی بود اینجا صفت مفعولی و اینجا هم یا haben یا sein هست. اینجا چون بوده sein اومده. ببین الان wird auf dem Sportplatz gewesen sein. این براتون آشنا نیست؟ wird gewesen sein. این همون حالت آینده دو هست. که یکی از کاربرداش همین این احتماله بچه ها آینده دو رو در این درس گفتم حتما باز یه بار دیگه نگاهش کنید با این مقایسهش کنید که ببینید با اینجا هم با دورفت یکی میشه بالا هم گفتیم ورت و دورفت یه نوع احتمال مساوی میدادن Was hat mit dem ganzen Geld gemacht با اون همه پول چی کار کرد ausgegeben همه رو احتمال به احتمال 70 درصد حالا بگیم خرج کرده دورفت das ganze Geld ausgegeben haben. Wird das ganze Geld. خب حالا به همین ترتیب اینجا خب به همین ترتیب هست مثلا Es ist 9 Uhr, ساعت 9. Wo ist denn Frau Krüger? خانم کروگر کجاست؟ توی شتاو مونده.
توی شتاب مونده. باز هم آینده دور اگه یادتون باشه این حالتش رو توضیح دادم که با اینکه گذشته هست ولی یعنی آینده با آینده دو گفته میشه. میتونیم بگیم زی ویرت یا دورفته ایم شتاب گشتن هاب، باید اونجا مونده باشه، گذشته میگه. اگه بگم زی دورفته و در زی ویرت حالت آینده یا حال بگم، زی دورفته ویرت ایم شتاب شتن، یعنی به احتمال 70% توی ترافیک میمونه، حال دارم میگم، یا خواهد ماند. ولی اگر به گذشتش بگم، میگم زی، حالا زی رو اولش بزرگ می‌نویسم چون اول جمله است، در واقع اون دختره فراو کروگر هست. زی دورفته ویرت ایم شتاب، احتمالا مونده باشه. مثلا اینجا میگه وقوم ایس ماتیاس ایگنتلیش نوخ نیشتا، چرا ماتیاس هنوز اینجا نیست، هنوز نیمده. فعبغیدونگ میت کلاودیا هاون ار دورفته، احتمال 70% اینه فعبغیدونگ، اینه فعبغیدونگ دیت میت کلاودیا هاون ار دورفته هاون، میگم 70% داره الان. حالا اگه بخوام بگم 70% احتمالا داشته، گذشته بخوام بگم، میگم ار ماتیاس دورفته یا ویرت میت کلاودیا اینه فرابردون میت کلاودیا گهبت هاب دورفته گهبت هاب دورفته هاب. این حال این آی گذشته است. پس ما این با این که میگم هنوز نیومده، من یه حالت گذشته هم میتونم ازش استفاده کنم، که اینو تو آینده دو هم گفتم، به خاطر همین گفتم برید اون درس رو ببینید. گشتوربن ار ویرت نیشت گشتوربن زاین، یادتونه میگم الان یه دیت داره احتمال 80% 70%، میگم احتمالا داشته، اینجا میگم احتمالا داشته است. حالا یه سری تمرین هم من به شما میدم راجع به این که هم پس زمان حال شما داریم که حالش عادی هست، که حالش سخت نیست، حالا کان و کان داشتیم قبلا استراکچرشو ساختارشو که اینجا مستر میاد، و حالت گذشتهشو میتونیم داشته باشیم که اینجا صفت مفعولی میاد با هابن یا زاین. خب امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید، چون هر از گاهی میشنوید این حالت ها رو. تا درس بعد، آفیدازین.